توهین جنرال موبیل به مردم ازاره ما. هموطنان عزیز سلام، وقتتان بخیر. به یکی دیگر ویدیوی من خوش آمدید. لطفا این چینل مرا سبسکرایب کرده و لایک کنید و ویدیو را حتما به دوستانتان شیر کنید. دوستان عزیز، بر شما می ویدیو جنرال موبیل انال به نشر می رسانم. دو ویدیو جنرال موبیل به مردم هزاره ما توهین کرده. شما ویدیو را حتما هموطنان عزیز ببینید و نظریتان در پایین کامنت نوشته کنید و بعضی یک ویدیو دیگه هم هست او رو بر شما من نشان میدم. لایک فراموش نکنید، لایک حتما ویدیو مرا کنین هموطنان. جنرال مبین، جنرال مجازی طالبان، حالا از صحبت‌های چند روز گذشته خود دوباره حمایت کرد. او میگوید که اگر من کدام بزی را هزاره خطاب کردم اشتباه نکردم. هزاره ها باید از پشتون ها و همچنین سایر اقوام افغانستان عذرخواهی کنم، نه که من یک بز را هزاره خطاب کردم. ببینیم و بشنویم با همدیگر صحبت های جنرال مجازی طالبان را. در مقابل دوربین شما گفتن دیکھ پتا را شو هزاره گیا خود پا آقا جان، یا آقا جان، ما یک بز هزاره گیر گفته ما دیکھ پتا را شو هزاره گیا سینه کسی را نبریدیم، میخ نکوبیدیم، رقص مرده نکدیم. شما از امو رقص مرده بخشش بخواین، از امو سینه های را که بریدین از او بخشش بخواین، شما ظلمای میخ کوبیدنی را که کدین از او بخشش بخواین. ما از یک گفتن بز که بز یک چیز حیوان حلال است ما به سگ نگفتیم، فامیدی بخشش هم خواندم بازم اینمت اینمت کده میری دیوانه آدم استی. ما خودم دیدیم که سر به خاطر ازی که یک نفر کروت برش گرفتین که کروت گفته کلیش بریدین دیوانه برو. شرف سکرم بلا چی خدوم ره غط سروایی احترام به سایر اقوام و مذاهب در افغانستان نیست و همچنان نیز به دنبال گرفتن انتقام از اقوامی همچون هزاره و تاجیک ها می باشد. اما ویدیوی دیگه ای که در رسانه‌های کانادایی سر و صدا و پا کرده اهتزاز بیرق طالبان در یکی از سرک های کانادا است. البته یک شهروند کانادایی از این زن پرسان میکنه که اگر برای من بگویی که معنای کشاندن این بیرق چیست، که این زن میگوید که لا اله الا الله، جز خداوند هیچ گونه معبودی نیست. Hi. Can you explain what this flag is? It means there is no god but one. Okay. Allah. من نظریتون در پایین کامنت نوشته کنین که شما چی نظری دارین در باری علی ویدیو. دیگه گفت این دیست که متاسفانه بگیم علیمی جنرال مبین شروع بازم بعد از خوبیا داره، همه مرتانه بعد از خرابیا خود یادتر داره. در بیشت اگر خوبیا داشته باشه که نام یک ویدیو دیگه شما بر شما به نشر میرسانم. اما اینجا بسیار ما بر شما میره میشه گفتیم که در افغانستان ما متاسفانه تنها این جنرال نه، بسیاری از مردم ما خصوصا در سوشال میدیا تیک تاک شما شاید همیشه وقت شما دیده باشین که قومگرایی، نجات پرستی این چیزا به اندازه زیاد بوده. به اندازه یکی دیگه خواهد میشه توهین کو، تحقیر کو، به ضد یکی دیگه خود گپ زن بگویی هزاره است، مثلا تو پشتون هستی، ازبک هستی. آیا امی گپ خوب بود که جنرال مبین و یک سرشناس آدم که در سوشال میدیا در پیش مردم افغانستان از طالبا نمایندگی میکنه، یک قوم زنده، یک بوده تداک بگو ازاره اینجا روی بسیار این کار خرابی از دوستان که جنرال مبین کده، باید از مردم معذرت تان بخواهیم. ما پس رفت یک ویدیو خود معذرت خواست، اما بعد از ویدیو دیگه خود سرچپه شد، بعد از ویدیو دیگه خود آمد و نمو کار کرد. همتان از گفت خواهد این موضوعش این طرف میشه. در موضوع دیگه میم همتان از این چون ما خود میفهمیم که از وقتی که امارات اسلامی آمده بسیاری از دکترهای خانم ها از افغانستان فرار کردن رفتن، بعضی هاشون از ترس و طالبا کار خیلی کردن، بعد کسایی که میخواستن که نه فارغ شدن در کار برن که طالبا سر دو پنتون ها و مکتب ها و چیز ها بند شد. یعنی که در افغانستان ما هیچ کس نمیتونه که درد چیز بخوانه، خصوصا خانم ها و دخترها پیشرفت کنن، دکتر شون، نرس شون.
اینه می قلدم خود جنرال هم می فهمه خانم و مریض شد در شفاخانه بردمش می تمام شفاخانه مردها وجود داشتن اید می زنها نبودن نگه بسیار یک جای متاثر کننده به من بود که چرا کاری هست خواه چرا نباشه وقتی که شما نمانین دخترها برن درد بخوانن تحصیل کنن یا نرسن یا دکترشون خود گفت حقیقت از ده اونم گفت والدی از دیگه به خانم و یک بایگدن که مریش و خانم بوده که دکتر مرد که میباشه وقتی یک کسی که در افغانستان نباشه خانم که نباشه دکتر مرد زن که از کجا پیدا شد شما ویدیویش بینید دوستان که خود جنرال ببین چی میگه حتما نظریاتتان شما هم در پایین کامنت نوشته کنید که بسیار زیاد مهم است خانم ما که عملیات شد این عملیات مرد انجام داد در آی سی یو کلش مرد بود اموجا که ما رفتم ما فکر کردم که خدای دیگه کاش که ما یک خانم دکتر عالی می داشتیم که عملیات خانم این یک واقعیت است که ما برای تو میگم وقت خانمم که امی مریض شد ما به شفاخانه بردم اونو وقت ما به ضمیر خود به وجدان خود جنگ داشتم 5 سال بعد 10 سال بعد امی خانمایی که خدمت میکنه در شفاخانه ها یا پیر میشن یا میمورن یا یک زمینه برام برابر میشه از افغانستان مبره پس اولین فرض اینه میسته که خانم ما پیش یک دکتر خانم بره این خو یک مسئله شد مسئله دوم در کل افغانستان بگرد تو یک خانم را پیدا نمیکنی که دندان زنانه را بکشه ببانه ترمیم کنه حتما پیش مرد میری دیگه من میگم اینمی او خو به خاطر ضرورت روا تو روا کدی چرا می ضرورت پیش بیه چرا من دکتر ندارم که دندان علاج دندان مادرم از خانمم از دخترم کنم دان خلاص کو دان پیش کو دان اینجا ما باز میگم که خود در می مسئله ما زیاد گپ زده من نمیخواین زیاد گپ بزنم اما سوال تکدی گفتم که بله یک ضرورت هست خب متشکرم جواب دادین موضوع دوم ویدیو رو خود دیدین حتما نظری نیکتان در پایین کامنت نوشته کنین که شما چی نظریه دارید سر موضوع دیگه میریم هموطنان عزیز طالبا تقریبا 3-4 روز میشه که بازرسی خانه به خانه رو شروع کردن در نقاط مختلف شهر کابل و ولایت ها هم خصوصا در شهر کابل به خاطر چرا به خاطر اینکه دیمی چند وقت میشه حملات به اندازه زیاد بالای طالبان زیاد شده هموطنان علیل خصوصا در شهر کابل جبهه مقاومت جبهه آزادی تقریبا چند روز پیش هم در میدان اوی چند راکت جبهه مقاومت زد هموطنان علیل و ایرا طالبان رد کردن در میدان ملکینی در میدان نظامی که خود همین طالبان سربازا و قمانداناش هستند در اونجا دادن که طالبان رد کردن گفتن هیچ کدوم گپ نبود خیلی مردم ما چون مسلح را چی شنیده بودن دیگه همدان اینمی قسم به می خاطر تلفات یا طالبان بدون از راکت ها هر شب بالای طالبان در نقاط مختلف افغانستان از جبهه مقاومت و جبهه آزادی نفرایشان که گروهایشان که در نقاط مختلف شهر کابل است بالایشان حمله میکنن به این خاطر جبهه آزادی ببخشید به این خاطر طالبان خانه های مردم بازرسی میکنن یکی یکی به خانه های مردم میره مردم بسیار عزیز رو شکایت میکنن میگه اگر قدر شما چیزتان پایینه چرا خانه های مردم تلاشی میکنین فکرتان میگه کس نزنیدانه در جمهوریت خود میدوی تکار کس نمیکنه از وقتی که امارت اسلامی در افغانستان آمده این بار اولش ده ها بار خانه های مردم رفته تلاشی کرده تا که سلاح و چیز پیدا کنه باید بفهمه که بالاشون کی حمله میکنه اما هر بار ناکام بوده پیدا کرده نتونسته به نظر شخصی من کسی که عمله میکنه او قدر بیعقل نیست که در اون منطقه بشینه و صلاح خود ببره در یک خانه در یا کنج یک بالای سر خانه در بالای تاق بانه من خواهیم یک نظر شخصی من از هموطن های دید دیگه شما حتما نظریات انتقادات و پیشنهاداتتان در پایین کامنت نوشته کنید که شما چی نظریه دارید بسیار جات مهم است تشکر کردی که ویدیو ما دیدین زنده باد افغانستان